جان به پسرهای قشنگم، پسرهای خوب خودم. خب اسمای قشنگتون رو میخونم، شما دستای قشنگتون رو ببرید بالا. باشه بچه، از وسط لیست بخونیم اسما رو. آی بارا، دیدم حاضری زدی. خب از بالا بچه، از وسط دفتر میایم رو به پایین. خب بردیا علی ایلیا، ایلیا نیست، بردیا علی ایلیا. روحان جان بعدن اسمتو میخونم پسرم. سامین روزبه امیر محمد، بله خیلی ممنون. رادین آرمان محمد تاها، بله خیلی ممنون. صدرا محمد راستین، بله ممنونم. خب بریم دوباره از وسط لیست بریم بالا. سیمین پور سهامی سراج، سراج نیست. رفیقی ذاکر اصفهانی دیودلی، خب رفیقی ذاکر اصفهانی دیودلی، رفیقی رو دیدم، دیودلی هم دیدم، ذاکر اصفهانی نیست. حق نژاد جواهری تاج بخش، خیلی ممنون عزیزم. پور صمدی امیری نژاد، خب امیر حسین جان مرسی حاضری تو زدم. خب آقای اسمتی و ذاکر اصفهانی. خب بچه دستا پایین، بقیه این پاورمون رو سری بیاریم. یه دونه از ترکیبا مونده بود دیگه، درسته؟ اون یه دونه هم با هم دیگه ترکیبش رو بنویسیم تو دفتر باسوادیمون. بعد ببینیم با این ترکیب چه کلمه ای میتونیم بسازیم بچه ها. خب تا جی نوشتیم درسته؟ که آجیل رو باهاش درست کردیم. خب من تصویر خودم هم بدم. بعد بچه ها اسم دوستایی که زنگ پیش تصویر نگرفتم، از بالا دو نفر رو میخونم، از پایینم دو نفر. از بالا آقایان باراد و بنیامین آماده باشن. بقیه بچه ها من یه بار دستا رو بیارم پایین، همه دستا پایین. خب باراد و بنیامین بیان روی یه بال پروانه، یکی از حروف نشسته. بگو ببینم میشناسیش باراد؟ هستش. این غیر از آخر هستش. آفرین. روی یه بال پروانه یکی از حروف نشسته، بگو ببینم میشناسیش؟ ای هستش. این ای غیر از اول آخری هستش. آفرین. حالا میخوایم که ج با ای دوست بشه. جی میشه. آفرین عزیزم. بچه ها بنویسین ج با ای میشه جی. بعد توی دفترمونم یه فلش بذاریم ببینیم که چه کلمه میتونیم بگیم. یه
میتونی بگی باراد جان؟ آبجی. آبجی، آفرین، چه کلمه قشنگی. خب ببین من چی نوشتم. ناجی. ناجی. بارد معنی ناجی رو میدونی یعنی چی؟ کسی که نجات میده. آفرین، باریکلا. کسی که بچه ها نجات دهنده است. مثلا بچه ها این کلمه رو شما توی استخرا ایشالله که کرونا رفت استخر برید رو لباس اون آقایونی که کنار استخر هستن میبینید نوشته ناجی، یعنی اگه خدایی نکرده کسی داشت غرق میشد نجاتش میدن. ناجی یعنی نجات دهنده. بله. نارنجی. نارنجی هم درسته. نارنجی هم درسته. خب بچه ها ترکیبمون تموم شد، قابه رو میبندیم. مرسی باراد قشنگم. کتاب فارسیمون رو بیاریم بچه ها. کتاب فارسی که روش گل داره، کتاب خانداریمون، این صفحه از کتاب فارسیمون رو بیاریم با همدیگه درس جدیدمون رو بخونیم. این صفحه از کتاب رو بیاریم پسرهای خوبم. بچه ها بنیامین جان نیستن؟ گفته بودم دست بالا کنن. بچه ها همه کتاب آوردین؟ راستین جان میخواستی معنی ناجی رو بگی؟ اگر کار ندارید دستتون پایین. باراد جان شما هم همینطور. خب راستین مثل اینکه کار داره. بفرمایین راستین. سلام بنیامین قشنگم، خوبی؟ خوبی. بله شما خوبی. گفتیم از روشون بنویسیم یا جمله بسازیم؟ بعد از کلاس باهاشون جمله سازی کنید عزیزم. همیشه با کلمه های ترکیبی بچه ها جمله می سازیم. خواهش میکنم. خب بنیامین جان خوبی؟ خوشگلم؟ بله خدا رو شکر. مامان بهتره؟ بله خدا رو شکر. خب بنیامین جان توی کتاب تو ببین درس چندی این بالا رو بخون قرمز و درس؟ درس 13. آفرین. خب میتونی کلمه هایی که اون بالا نوشته رو بخونی؟ اسم درسمون چیه؟ نارنج. نارنج اسم یه میوه است بچه ها. و برنج. باریکلا. نارنج و برنج. بچه ها اسم درسمون هست نارنج و برنج. بنیامی میخوام اون تصویر بزرگ رو نگاه کنی، به هم بگی چیا میبینی؟ درخت نایه. آفرین. بوده دکتر مندس دوتا پسر از درخت. خب باریکلا. چند تا جوجه میبینی؟ سه تا. چند تا گنجشک میبینی؟ پنج. تعداد گنجشکا رو اگه با جوجه ها جمع کنیم میشه چند؟ یه پنج تا و یه سه تا. دونه دونه نشمر. دونه دونه نشمر. یه پنج تا و یه سه تا با هم میشن چند تا؟ تصویرت رفت بنیامین. ایلیا کار داشتی؟ دستتون بالاست تا بنیامین وارد کلاس بشه. کار نداشتی؟ خب بچه برای که زمان کلاسمون نره. بنیامین اومدی؟ نه. بردیای قشنگم شما بیا. خانم
ببخشید یکم طول کشید. من یکم اینجوری موسم تکون خلیس خود نتونستم بزنم. اشکال نداره عزیزم. بنیامین باز بعد از بردیا به شما تصویر میدم باشه؟ خب بردیا جان دوستت گفت 3 جوجه هست با 5 گنجشک. دیدیشون؟ بله. گفتیم یه 5 و یه 3 با هم میشن چند تا؟ یه 5 و یه 3 با هم میشن 8. آفرین، با هم میشن 8. خب اون جایی که دارن برنج میکارن میدونی چیه؟ بهش چی میگن؟ شالیزار. خب یه لحظه بردیا جان صبر کن. چشم. خب شالیزار، بچه ها شالیزار و میوه نارنج توی شهرهای شمالی کشور ما هست بیشتر، برای اینکه اونجا بچه ها باران زیاد میباره. شالیزار، شالیزار. خب بریم سراغ کلید واژه ها، یعنی تصویرهای پایین تصویر بزرگه، تصویر کوچولو ها. از سمت راست چی داریم؟ از سمت راست جوجه. جوجه میگیم چند بخشه؟ جوجه آفرین. با جوجه جمله بساز. یک جوجه در آسمان آبی بود. جوجه که هم نمیتونه پرواز کنه، داریم میگیم جوجه. آه، مثلا اگه جوجه کلاغ باشه بعدن که بزرگ شه میتونه پرواز کنه. درسته؟ حالا یه جمله دیگه بگو. به بچه پرنده ها بچه ها میگیم جوجه. جوجه دارد بزرگ میشود. آخه چه جمله قشنگی. بچه ها کلن به بچه پرنده ها میگن جوجه، بعدم اسم مامان و باباشو میگن، مثلا میگن جوجه گنجش، جوجه کبوتر، جوجه کلاغ. آفرین. پس کلن به بچه پرنده ها میگن جوجه. خب مرسی بردیا جان. بنیامین بیا عزیزم. بنیامین بیا عزیزم. خب بعد از جوجه تصویر چی داریم بنیامین جان؟ ببخشید خانم. خواهش میکنم. بعد از جوجه تصویر چی داریم عزیزم؟ جوجه گنجش. آفرین. گنجش میگیم چند بخشه؟ گنجش 2. آفرین. با گنجشک جمله بساز. گنجشک دانه دوست دارد. آفرین، چه جمله قشنگی. گنجشک دانه دوست دارد. آفرین. خب تصویر بعدی. نارنجی بچه رنگه. نارنج اسم یه میوه است. خب آی پسر باهوشم نارنج میگیم چند بخشه؟ نارنج. آفرین، 2. نارنج. با نارنج جمله بساز. نارنج بسیار عالی است. بسیار عالی است. بله، خیلی ممنون بنیامین جان. امیر محمد شما بیا پسرم. سلام. سلام، خوشگلم. بعد از نارنج تصویر چی داریم؟ برنج. آفرین. آی پسر باهوشم برنج میگیم چند بخشه؟ برنج.
آفرین. با برنج جمله بساز. صدای منو داری امیر محمد؟ خب روز به شما بیا عزیزم. امیر محمدم اینترنتش قطع شد. تاج بخشم افتاد. سلام روز به جان. امیر محمد بعد از روز به تصویر میدم. خب با برنج جمله بساز روز به جان. برنج جمله بگم. بگو. برنج را در شالیزه میکارند. آفرین. خب بچه ها بریم سراغ جمله هایی که رو خط زمینه آبی نوشته شده. از بالا شروع می کنیم به خوندن. اینجا شالیزار است. اینجا شالیزار است. بچه ها به چیزی که به ما نزدیک باشه میگیم اینجا. چیزی که از ما دور باشه میگیم آنجا. اینجا آنجا. درسته؟ خب. اینجا شالیزار است. مردان و زنان در شالیزار برنج می کارند. آفرین. بچه ها مردان و زنان یعنی یه دونه مرد نه. چند تا مرد، چند تا زن. مردان و زنان در شالیزار برنج می کارند. می کاری داره. بله؟ بله. زیر درخت نارنج سه جوجه و پنج گنجشک بازی می کنند. عالی، آفرین. زیر درخت نارنج. بچه ها زیر درخت نارنج رو ببینین تو کتاب. سه جوجه و پنج گنجشک بازی می کنند. بازم می کاری اومده. می کنند. چی کار می کنند؟ بازی می کنند. روز به عالی عزیزم. مرسی. خب امیر محمد جمله آخر رو بخون. شالیزار زیبا و دیدنی است. آفرین. خب امروز چه نشانه یاد گرفتیم؟ جه باریکلا. جه غیر از آخر و جه آخر. نشانه ها رو از پایین اون سیاه ها که تالا یاد گرفتیم رنگشون سیاهه. بخون ببینم. آ اول. آ غیر از اول. به غیر از آخر به آخر. آ اول. آ غیر از اول. جه غیر از آخر. یه تنها. غیر از آخر. آخر. غیر از آخر سه آخر. او اول. او غیر از اول. جه غیر از آخر تا آخر. رو تنها. غیر از آخر نه آخر. ای اول، ای غیر از اول وسطی، ای آخر مستقل. زه تنها، ای اول، ای غیر از اول، ای چسبان، ای تنها، غیر از آخر شاخر، ای غیر از اول، ای غیر از آخر، ای آخر. آفرین. او اول، او غیر از اول، که غیر از آخر که آخر. و تنها په غیر از آخر پا آخر. گه غیر از آخر گه آخر. و غیر از آخر فا آخر. خه. غیر از آخر خ آخر. ما. غیر از آخر قه آخر. غیر از آخر ل آخر. آفرین. امروزمونم جه غیر از آخر جه آخر. باریکلا پسر خوبم. درس آینده مونم بچه ها. او استثناء هست. او استثناء. خب مرسی محمد جان، عالی بودی. ممنون. خب بچه ها من میخوام محمد یه بار دیگه بیا من یه سوالی ازت بپرسم. میخوایم بچه ها بلا ما هم دیگه یه بازی انجام بدیم. خب بازیمون بازی مجسمانه است. میدونی یعنی چی؟ یعنی با مجسمه شی. آفرین. باریکلا. بچه ها من براتون یه موزیک پخش میکنم. بلند میشید. برای خودتون بازی میکنید. میچرخید. میرخصید. بعد که موزیک قطع شد باید مثل مجسمه بیستید.
مجسمه تکون نمیخوره ها، اگر تکون بخوری سوختید. باشه؟ باشه، من این بازی رو بلدم. آفرین. پس بچه ها اسم بازیمون چیه؟ مجسمانه، یعنی مثل مجسمه باید بشید. مجسمه کجا صدای جه داره؟ مجسمه وسطش. وسطش، باریکلا. خب بریم شروع کنیم بچه ها. منم تصویر خودم رو میگیرم که شماها رو خوب ببینم. سه نفر اول، آقای اشلقی، مخلق آذر و عرفانی، آماده باشن؟ بذار یه آهنگ خوب پیدا کنم ببینم چی بذارم. زینه بذارم. خب بذار موزیکو بذارم. بعد بچه ها قطع شد، باید مثل مجسمه وایستید. بله. تنسفیری تو در آرما همه برخصیم. چرا نمی رفتی؟ علی برفت. رادین اومدی؟ سراد شما بیا، رادین اینترنتش رو یاری نکرد. امیر حسین آهنگ قطع شده. مجسمه شو ببینم چقدر میتونی مجسمه وایسین. امیر حسین داره تکون میخوره. آفرین به هر ستاتون، باری کلا. سه نفر بعدی، سهامی، نظری و آبدی. آفرین به این سه نفر، انقدر انرژی دارن. تو دل مامان و بابا خودشو جا میکنه، میره لالا میکنه، ندیگه گریه میکنه، ندیگه دوا میکنه. آها بکن نخور محمد، انگشتت رو نباید تکون بخورا. من دارم نگاهتون میکنم. اون نظری داره خندش میگیره. مجسمه قلقلکش بدم نظری رو. آی 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 آفرین به ستاتون. برم دست خالا نکنیم بچه، به ترتیب تصویر. سه نفر بعدی، سیمین پور، جواهری، دیب دلی. باری کلا. امیر رضا بپر بالا پایین، نمیخوای برقص. بپر بالا پایین. اوه کفنگ یا آقای سیمین پور رو ببین. آفرین سیمین پور، چجوری مجسمه شده، به طرف ما نشانه گرفته. ببینم چرا تکون خوردی سیمین پور. نباید تکون بخوری، باید مجسمه شی. آفرین متین، آفرین امیر رضا، آفرین، باری کلا. مخلق آذر، فیضی، رفیقی. موسیقی.
رادین جان چی شدی؟ آها رادینم اومد. ببینم چقدر میتونید بی حرکت بیستید. مجسمه های قشنگی هم کدومشون رو بخرم؟ هر ستاشون هم خوبن. رادین نباید تکون بخوری اصلا مجسمه، مگه تکون بخوره رادین؟ مجسمه زرده خیلی خوب وایساده، سبزه هم همینطور. اینی هم که توفنگ داره قشنگه، هر ستاشون رو میخرم. خیلی خوب بود اینا، فری برای خودتون دست بزنی. سه نفر بعدی معلم طاهری، امیری نژاد، یوسف. بچه چرا توفنگ دستتون میگیرید؟ ببینم کدوم مجسمه رو بخرم. هر مجسمه‌ای که محکم تر باشه اونو میخرم. خب آرمان که خیلی تکون میخوره. این دوتا آبیا خیلی خوبن. سه تم میشن. یکشو میذارم این بره میزم، یکشو میذارم اون بره میزم. چون رنگشون هم آبیه. مجسمه زردم یکم خوبه. دیگه تکون نمیخوره. هر سه تاشون رو میخرم. آفرین. ایلیا، حق‌نژاد، زوی. جنگلبان عزیزمون. بذار ببینم کدومشون رو بخرم. وای چه جستای قشنگی دارن این موقع. کدوم ها رو بخرم؟ جستاشون خیلی قشنگه این مجسمه ها. بذار ببینم کدوماشون محکم ترن. اون که محکم تر باشه باید بخرم دیگه. ای وای خانم اسمتی. خب ببینم. عرصهشون خیلی خوبن. عرصه رو میخرم. خیلی عالی بودی. خب آج و روزبه سرزا. مجسمه؟ خوبی نخورم ببینم کدومشون رو بیام قلقلک بدم ببینم که میتونن محکم وایسن یا نه. قلقلک بدم اول صدرا رو. نه نه این مجسمه خوبیه. روزبه تو رو قلقلک بدم. نه اینم خوبه. اسم شما هر ستاشون رو میخرم. خیلی خوبن.
بیا. دیگه کی مونده؟ محمد علی هم مونده؟ بچه دیگه کی مونده؟ همه گرفتن تصویر؟ بچه اگه کسی مونده دست بالا کنه، ولی فکر کنم به همه تصویر دادم. آهان، ببینم کدوم یکی از این مجسمه ها رو بخرم ببرم خونه. چقدر دوتاشون خوبن. بذار اول این آقای حق نژاد یه ذره قلقلک بدیم ببینیم تکون میخوره. قلقلی 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 قلقلی. نه خیلی مجسمه خوبیه. یکی مجسمه که اسمش محمد علی ذره قلقلک بدم. قلقلی خیلی خوبن، جفتشون رو میخریم، خیلی خوبن. خب بچه ها اینم از بازی مجسمانه، درسته؟ یادمون باشه که برای نشانه چه کدی گذاشتیم، چه کدی گذاشتیم بچه ها، گفتیم که هر وقت نشانه ج رو دیدی که نقطش پایین بود، بدونیم که جوجه از کجا دونه بر میداره؟ از زمین دونه بر میداره، از پایین دونه بر میداره، از تو آسمون دونه بر نمیداره. چند تا دونه بر میداره؟ یه دونه، یه دونه، یه دونه دونه بر میداره از زمین، درسته؟ پس چند تا نقطه داره نشانه ج؟ یه نقطه داره. خب بریم بچه ها پاور نشانه ج رو بیاریم. بعد میرسیم، بعد ببینیم که کجای کلمه ها نشانه میشینه. خب ما پیداش کنیم، دورش خط بکشیم. خابر ج خودو بیار. خب بیاد پسر گلم عرفانی که بالای لیسته. معلم طایری دستتون پایین. پسرم الان سوالی داری مگه شما؟ خب علی جان سلام، قربونت برم. این چه نشانه ایه پسرم؟ غیر از آخر. آفرین، چه غیر از آخر؟ کنار دستش چه چیزی میبینی؟ جوجه. جوجه، آفرین. این یکی چه نشانه ایه؟ چه آخر. آفرین. روی سرش چی میبینی؟ تاج. تاج، باریکلا. خب توی دفتر رو نگاه کن، این چه نشانه ایه؟ یه بار دیگه بگو. چه غیر از آخر. چه آخر. خب علی جان به دوستات بگو برای نشانه چه کدی بذاریم یادمون بمونه. جوجه چی کار میکنه؟ دونه رو از زمین بر میداره. آفرین. چند تا دونه بر میداره میخوره؟ مثل جوجه. یه دونه. پس چند تا نقطه داره؟ یه دونه نقطه داره. آفرین. خب رو دفتر چه نقاشی میبینی؟ جغد، باریکلا. کجای صدای جه داره؟ اولش. مرسی علی جونا. گل قشنگم امیر حسین بیا. بچه ها امروز با آقای امامی ورزش دارید، خوش به حالتون. خب امیر حسین بگو ببینم این چه نشانه ایه؟ دورش خط کشیدم. کدوم جه؟
سه غیر از آخر. آفرین. این یکی چیه؟ سه آخر. آفرین. رو دفتر نقاشی چی داری؟ جوجه. باریکلا. برای نشانه چه کدی بذاریم شکلشو دیدیم یادمون باشه؟ نقطهشو بذاریم پایین. آفرین. چون جوجه یه دونه یه دونه دونه بر میداره از زمین از پایین، درسته؟ جوجه کجای صدای داره؟ آفرین. با کدوم نشانه ترکیب شده؟ او. با او شده جو. جو. مرسی پسر خوبم. بیا یه دونه دیگه هم بگو امیر حسین، یه دونه گفتی. تصویر چیه؟ پنجره. این یکی چیه؟ درخت. درخت چی؟ آقای جنگلبانم معرفی کرد. چه درختیه که همیشه سبز برگاش تو همه فصل؟ آفرین. کاج. وقتی میگیم کاج کجا صدای داره؟ آخرش. آفرین. آخرش ج آخر میاد. باریکلا سراج. مرسی. امیر محمد جان بیاد. من علامت نزدم به کیا تصویر دادم. خب یکی. خب خوشخنده صدا داری؟ یه بار صدا بده ببینم. صدا میاد. آره عزیزم صدات میاد. خب سمت چپ کاج تصویر چی دارین دوستت گفت؟ پنجره. آفرین. پنجره کجاش صدای جه داره؟ پنجره وسطش. وسطش. باریکلا. پس از کدوم جه استفاده کنیم؟ جه غیر از آخر. باریکلا. پنجره وسطش جه داره. خب برای جه چه کدی بذاریم امیر محمد؟ کد جوجه. آفرین. که چه کار میکنه؟ زمینا دونه هاشو میخوره. آها. چند تا دونه برمیداره؟ یکی یکی برمیداره. آفرین. پس یه دونه نقطه داره. این تصویر چیه؟ جغد. جغد. کجاش صدای ج داره؟ اولش. آفرین. اولش صدای ج داره. کدوم ج رو بیاریم برای نوشتنش؟ ج غیر از آخر. آفرین. چه غیر از آخر. با کدوم نشانه ترکیب شده؟ نگاه کن. جه با او. او. باریکلا. جه با او میشه جو. مرسی پسر خوبم. محمد عابدی بیاد. محمد جان تصویر چی داریم عزیزم؟ سلام خانم. سلام آیده. مسجد. خب میگیم مسجد کجاش صدای ج میشنویم؟ وسطش. آفرین. مسجد رو بخش کن. مسجد دو بخشه. آفرین. بچه ها بعضی ها میگن مسجد. مسجد نیستا، مسجد. امروز دیگه ج رو یاد گرفتیم. ببینین مسجد. ج با کدوم نشانه ترکیب شده محمد جان؟ با ای. آفرین. مسجد. بچه ج با ای اومده. مسجد هم میتونیم امروز بنویسیم دیگه. محبه چقدر خوب. خب تصویر بعدی چیه؟ من پدرم ده هویج. هویج. کجای صدای ج داره؟ آخرش. آفرین. اگه بخوایم هویج رو بنویسیم باید کدوم ج رو بیاریم؟ ج آخر. باریکلا. هویج. هویج آخرش داره. مرسی پسر قشنگم. خب بیاد آقای محمد تاها نظری. محمد تاها بگو ببینم چی میبینیم. سنجاب. باریکلا. سنجاب کجا صدای ج میشنویم؟ وسط. باریکلا. میخوام بنویسیم سنجاب کدوم ج رو میاریم؟ غیر از آخر. آفرین. باریکلا. محمد تاها برای ج چه کدی میذاری که دیدی زود یادت بمونه؟
جوجه که داره به زمین نوک میزنه. آفرین، دونه دونه داره اون نقطه ای که زیر جوجه هست اونم دونه جوجه. آفرین، باریکلا. خب محمد تاها سنجابو بخش کن. سنجاب دو بخشه، آی دو بخشه. آفرین، حالا سنجابو صدا کشی کن. سن، اول بخش اول سن. سن اول س. اول س. دوم ا. سوم میشه سن. حالا جاب. شارم ج. نه نه آف. حالا جاب بخش دوم جاب. اول ج. اول ج. دوم ا. سوم ب میشه سنجاب. آفرین، باریکلا عزیزم. تصویر بعدی میدونی چیه؟ برنج. نه، روی نون میریزن. کنجد. آفرین، کنجد. کنجد کجای صدای ج داره؟ وسطش. باریکلا، کدوم ج اومده؟ ج غیر از آخر. آفرین، کنجدم بخش کن. کنجد. آفرین، صدا کشید. دو بخش. بخش اول کن. اول که دوم او سوم نه میشه کن. اول ج دوم اه سوم ده میشه کن جد. آفرین، عالی، مرسی پسرم. آقای سهامی شما بیا پسر خوبم. تصویر چی داریم؟ مرسی قربونت برم. تصویر چی داریم عزیزم؟ کادو. کادو چیه؟ شبیه چی میمونه؟ روبان. نه، ج داره. جعبه. آفرین، جعبه. وقتی میگیم جعبه کجای صدای ج میشنویم؟ جعبه اولش. آفرین، جعبه اولش داره. کدوم چه میاد؟ چه قیل آخر. آفرین، با کدوم نشانه ترکیب شده؟ نشانه آه اه. با ا. آفرین، شده ج. خب حالا برای ج چه کدی میذاری کیان؟ برای ج چه کدی میذاری؟ آره که دیدی یادت بمونه دیگه، زود یادت بیاد. یاد جوجه گفتین که از زمین دونه رو آفرین. چند تا دونه برمیداره از زمین؟ یکی یکی. آفرین، باریکلا. خب تصویر بعدی چیه؟ لیوان. لیوان کوچولوتر میگیم چی؟ استکانم درسته دیگه. فنجان. خب فنجان کجا صدای ج داره؟ فنجان وسطش. وسط، باریکلا. خب حالا کیان فنجان رو بخش کن. فنجان دو بخشه. دو بخشه. صدا کشی کنیم. اول فن. اول دوم اه سوم نه میشه فن. آفرین. اول ج دوم آ سوم میشه فنجان. آفرین، باریکلا، عالی. خیلی ممنون کیان جان. خواهش میکنم. خب ساعت چنده؟ یه دقیقه وقت داریم. متین جان شما بیه پسرم. حتی این تصویر چی میبینی پسر گلم؟ جنگل. جنگل، باریکلا عزیزم. خب متین جان وقتی میگیم جنگل کجای صدای ج میشنویم؟ اولش. آفرین، برای ج چه کدی میذاری متین؟ یادت بمونه دونه پایین میخوره. آها، کی میخوره دونه رو؟ جوجه. جوجه. آفرین، اولش ج داره. جوجه چند تا دونه برمی داره؟
یه دونه. پس یه نقطه داره. آفرین. با هم میشه؟ آفرین. جنگل میگیم چند نقطه؟ جنگل دو بخشه. آفرین. صدا کشی کنیم. بخش اول جن. بریش دوم. صدا کشی کن جنو. نه. محسین. جنگل. اول جن. صدا کشی کن. اول ج. صدا کشی. اول ج. دوم. سوم. میشه جن. حالا گل. گل.